افزایش تنش در مناسبات ایران و آمریکا و نگرانی ها در مورد ثبات در منطقه میانه بر ارزش سهام شرکت ها در بازار جهانی و نیز قیمت نفت تأثیر گذاشته است همکار بهنام ناطقی از یورد با ماست و در این ارتباط گزارش میده بهنام خب از بیم یک حادثه ای که ثبات رو برهم بزنه در کشورهای تولید کننده معمولا بهای به نفت بالا میره ارزش سهام که باستاب امید به آینده هست سقوط میکنه و ارزش سرمایه گذاری های مطمئن مثلا طلا بالا میره و سرمایه دارها به خرید اوراق قرضه آمریکا هجوم میارن شاخص ارزش سهام در بورس نیویورک روز دوشنبه بالا رفت که نشون میده سرمایه گذارها واهمه از احتمال افزایش تنش ناشی از کشته شدن قاسم سلیمانی رو کنار گذاشتن بالا رفتن سهام گوگل یعنی شرکت الفابت و دیگه شرکت های عظیم اینترنتی آمریکا به افزایش شاخص سهام کمک کرد این کارشناس شرکت مدیریت سرمایه رانمید در نیویورک میگه نگرانی و سرمایه گذارها از جنگ بستگی به اندازه مدت و محل جنگ مورد نظر داره که اگه نابرابر و کوتاه باشه بازارهای مالی بهش اهمیت زیادی نمیدن مهم این ازش که قیمت نفت مثلا در مورد نفت خام برنت بریتانیا که روز جمعه با نگرانی سرمایه از افزایش تنش در منطقه خلیج فارس ناگهان 4 درصد بالا جهیده بود روز سهشنبه در اثر روند افزایش معاملات روز قبل یه درصد پایین اومد و به بشکه 68 دلار و 24 سنت رسید. یک کارشناس بلندپایه آقای جیمز عتی در شرکت مدیریت گذاری ابردین نیویورک واکنش سهامداران به بحران اخیر در میانه رو اندک ارزیابی کرد با رفع نگرانی گذار از افزایش قیمت نفت ناشی از تنش در منطقه شاخص های سهام در بازارهای دیگه جهان هم به تدریج به از امروز صبح به روند سعودی برگشتند دو عامل هر دو عامل آمریکایی کمک کرد به تثبیت بهای نفت و بالا رفتن ارزش سهام یکی بهره کم هست و سیاست های پولی آمریکا که دسترسی به نقدینگی رو در بازارها بالا برده و دیگری ساختار سابق در بازار نفت هست که حالا عوض شده تولید نفت آمریکا به قدری هست که امکان مانور از تولید کنندگان سنتی نفت از جمله اعضای اوپک رو از اونها سلب کرده